سلام و درود به هاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به یه برنامه دیگه از دستاوردهای نظامی ایران خوش اومدید. امروز می‌خوایم به پررنگ‌ترین جنگنده ساخت ایران بپردازیم که عملیاتی شدنش پیام‌های خیلی زیادی رو برای خیلی از رقبا و کشورهای دیگه داشته و ببینیم که این پیام چی بوده. تا پایان با این برنامه از هاشیه نیوز همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نپیوستید سریعاً کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. جنگنده بمب افکن بومی کوثر 30 مرداد 97 یک مراسم به مناسبت روز صنعت دفاعی به حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ نظیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر سرتیپ بنی طرفی رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع رونمایی شد. در راهی ساخت این جنگنده نسل چهارم یه پیام رو به دشمنان ایران اسلامی مخابره کرد و اون هم خودکفایی کامل در همه عرصه‌ها از جمله عرصه هوایی بود. جنگنده بومی کوثر طولی در حدود 14 متر و 45 سانتی متر داره که ارتفاع اون بیش از 4 متر و طول بال اون هم در حدود 8 متر و 13 سانتی متر. وزن خالی این جنگنده 4 تن و 349 کیلوگرم و وزن اون در حالت معمولی در حدود 7 تن و 157 کیلوگرم برآورد میشه. سقف پروازی این جنگنده 15800 متر هستش و بیشترین سرعت اون هم 1700 کیلومتر بر ساعته. برد این جنگنده در حالت عادی 1100 کیلوگرم و با 3 تا مخزن سوخت اضافه هم 2900 کیلوگرمه. سامانه‌های ناوبری و آیونیک. سامانه‌های ناوبری به همراه سازه و موتور سه بخش اصلی در ساخت یک هواپیما هستند و وقتی که این سه بخش به صورت بومی توی کشور طراحی و ساخته بشن، یعنی کشور سازنده در ساخت یک هواپیما به خودکفایی رسیده. توی این جنگنده از مسیریاب‌های لیزری و نوری که در حال حاضر جدیدترین تکنولوژی‌های موقعیت‌یابی هستند برای پیدا کردن مسیر و انتقال این اطلاعات به کامپیوتر محاسبه‌گر موشک استفاده شده. توی این جنگنده از سیستم هدایت ناوبری مختص هواپیماهای جنگی تاکان و ترکیبی GPS INS استفاده شده. این سیستم که نسخه پیشرفته تر سیستم های VOR و DME هستش، فاصله هواپیما را از زمین و یا پایگاه دریایی با دقت بیشتر محاسبه میکنه. سیستم های VOR و DME تکنولوژی هایی بر پایه ترانسپوندر رادیویی هستند که از محاسبه تأخیر زمانی ایجاد شده در فرستادن امواج VHF و UHF فاصله را تخمین میزنند. توی این جنگنده از مسیریاب‌های لیزری و نوری که جدیدترین تکنولوژی‌های موقعیت‌یابی در حال حاضر هستند برای پیدا کردن مسیر و انتقال این اطلاعات به کامپیوتر محاسبه‌گر موشک استفاده شده. موتور بومی اوج. جنگنده بومی کوثر در بخش قوای محرکه از 2 فروند موتور ملی اوج استفاده میکنه که تمام اجزای اون در داخل کشورمون طراحی و ساخته شده. هواپیمایی با وزن 10 تن که موتور اوج به روی اونها نصب میشه میتونن تا ارتفاع 50000 پای اوج بگیرن. این موتور با دارا بودن بیش از 14000 قطعه یکی از پیشرفته ترین موتورهای جهانی که ساخته اون ایران رو در زمره 8 کشور پیشرفته در زمینه ساخت موتور قرار میده. موتور اوج در حالت خشک 3500 پوند رانش ایجاد میکنه. نمایشگر بالای سر. نمایشگرهای هودی یه صفحه نمایشگر شیشه‌ای روبروی دید خلبانن که اطلاعات حیاتی پرواز رو به صورت مداوم به خلبان نشون میده. کاربرد اصلی این نمایشگر نشون دادن اطلاعات مهم به خلبان بدون تکون دادن سر هستش. این امر به کیفیت کنترل هواپیما به وسیله خلبان کمک میکنه و تصمیم گیری و واکنش خلبان به موقعیت‌های مختلف رو بهبود میده. اطلاعات نشون داده شده توی این نمایشگر ارتفاع هواپیما، سرعت پرواز، اطلاعات ناوبری، اطلاعات تسلیحات و خیلی از اطلاعات دیگه هستش. این اطلاعات به وسیله CRT که در زیر شیشه هود کار گذاشته شده از پایین به بالا روی شیشه هود نمایش پیدا میکنه. شیشه به کار رفته در ساخت هود هیچ تراش الکترونیکی نداره و فقط یک شیشه عادی هستش. در مانیتور هود اطلاعات خیلی زیادی در یک فضای کم به صورت کاملا منظم چیده شده. کامپیوتر بالستیک سلاح. جنگنده بومی کوثر از یک کامپیوتر بالستیک سلاح استفاده میکنه که در محاسبه موقعیت یابی هدف نقش مهمی داره. این جنگنده با استفاده از سامانه کنترل آتش دقیق یا کامپیوتر بالستیک سلاح میتونه هدفهای مورد نظر رو با دقت بیشتری تخریب بکنه.
سیستم کامپیوتر بالستیک با استفاده از اطلاعات شرایط جوی و محیطی و کیفیت سیستم تسلیحات هواپیما اصلاحاتی در سیستم نشونه‌گیری جنگنده اعمال می‌کنه و موقعیت هدف رو با دقت بیشتری محاسبه می‌کنه. جنگنده بومی کوثر میتونه از انواع موشک‌های هوا به هوا، سلاح هوا به سطح و مسلسل 20 میلیمتری استفاده بکنه. البته این جنگنده قادر تا علاوه بر تجهیزات ذکر شده، از بمب‌های هدایت لیزری و نوری هم استفاده بکنه تا عملیات مهم رو به خوبی انجام بده. جنگنده بومی کوثر قادر تا انواع راکت‌های هایدرا یا مشابه ایرانی اون، 12 تا بمب 250 کیلویی یا 5 بمب 450 کیلویی و یا 2 تا بمب 900 کیلوگرمی رو با خودش حمل بکنه. البته 4 فروند موشک هوا به هوای فاتر هم به روی این جنگنده نصب میشه. در مجموع 7 جایگاه حمله مهم ما در مجموع به وزن 3 تن و 200 کیلوگرم در این جنگنده وجود داره. سیستم رادار و مسیریابی. متخصصان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با دانش بومی خودشون یه رادار بومی با تکنولوژی نوین PWR رو طراحی کرده و ساختن تا به عنوان یکی از زیرسامانه‌های جنگنده کوثر عمل بکنه. نحوه عملکرد این رادار هم به این صورت هستش که امواج ساطع شده از سیستم‌های راداری دیگر رو تشخیص میده. در صورتی که هواپیمای دشمن جنگنده کوثر رو تعقیب و با موشک‌های خودش رو به روی اون قفل بکنه، این سیستم میتونه زیر نظر بودن رو به خلبان اعلام بکنه. رادار IFF فناوری جدید دیگه به کار رفته در این جنگنده هستش که کار کرده اصلی اون برای تشخیص دوست از دشمنه. این رادار به پایگاه نظامی خودش و برج کنترل اجازه میده تا جنگنده خودی رو به عنوان دوست شناسایی بکنه تا بتونه در منطقه خودی پرواز بکنه. برخلاف اسم این وسیله، این رادار فقط قابلیت تشخیص دوست رو داره و در تشخیص دشمن نقشی نداره. مهمترین مزیت پروژه ساخت جنگنده بومی کوثر رو میشه حضور شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های صنعتی کشور در اون دونست. توی این پروژه 10 دانشگاه کشور به همراه 72 شرکت پیمانکار، 44 شرکت تامین کننده و 63 شرکت دانش بنیان همکاری داشتن. البته این پروژه در حوزه اشتغالزایی هم خیلی اهمیت داره، چرا که این پروژه برای 4000 نفر اشتغالزایی کرده. یکی از ملزومات جنگنده‌های حال حاضر در صحنه نبرد دارا بودن تجهیزات و تسلیحات دفاع از خود هستش، یعنی باید علاوه بر موشک‌های تهاجمی از سامانه‌های تحت عنوان چف و فلر هم برخوردار باشه. چف فلرها یکی از سامانه‌هایی هستند که مکانیزم عمل اونها به این صورته که از ترکیب پودر فلزات آلومینیوم و روی ماده حاصل میشه و در هنگام لزوم به صورت قطعات کوچیک فیبری اطراف جنگنده رو احاطه می‌کنه تا با بازتاب امواج راداری از گزنده آسیب در امان بمونه. صندلی پران یا ایجکت یکی از تجهیزات مهم در تأمین ایمنی خلبان هستش، چرا که خلبان باید در صورت آسیب دیدن هواپیما سریعاً از اون خارج بشه تا زنده بمونه. در این جنگنده صندلی پران سریر استفاده شده که تکنولوژی ساخت اون کاملاً بومی هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.